اولا اون دوتا که جدید آمده این اصلا امکان اینه که به ایران بیاد نیست. اونی هم که در انگلیس ساخته شده اونم هنوز داره ترایالش میکنه، رو دوزش مشخص نیست. بقیه هم که الان تو چین و روسیه و جاهای دیگه که ساختن، خب مال ما عین همونه دیگه، ویروس ضعیف شده است. این ناباوری پیدا شده. من اعتقادم این نیست. اثر بخشش قاعدتا اگه بالای 70% باشه برای ما کافی و خوبه. ما میتونیم. و من از مردم خواهش میکنم بدبینیشون نسبت به چیزایی که در ایران تولید میشه بذارن کنار. آغاز آزمایش واکسن ایرانی کرونا روی انسان از این هفته. زیرساخت‌های تولید و توزیع آن در ایران چقدر مهیاست؟ دلیل بی‌اعتمادی به خرید واکسن خارجی و ترس از واکسن داخلی چیست؟ با یک روزنامه‌نگار و یک پزشک در ایران صحبت می‌کنیم. و همینطور در مورد این صحبت می‌کنیم که قطع راه‌های ارتباطی با بریتانیا برای جلوگیری از گسترش ویروس جهش‌یافته به شدت مصری چه تأثیراتی خواهد داشت؟ یک ویروس شناس در این باره توضیح می‌دهد. و همینطور خبرنگار ما از آخرین ها خواهد گفت. همچنین در برنامه امشب پیامدهای حمله به منطقه سبز بغداد. آمریکا ایران و متحدانش را متهم کرد آنها حمله را مردود دانستند. ورود یک زیردریایی و دو ناو آمریکایی به خلیج فارس تنش را بیشتر می‌کند. مقامات کانادایی تا امروز بیشترین سنگ اندازی، مداخله های بیجا و تلاششون رو کردن که این مسیر طبیعی روشن شدن فنی ماجرا اتفاق نیفته. جنگ لفظی بر سر پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین. ایران میگوید کانادا با غم خانواده های قربانیان حادثه تجارت میکند. و پادشاهان قاجار، دستمایه طنز نقاش ایرانی آمریکایی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران مقام ها از یک خبر خوش حرف زدن، خبر شروع آزمایش واکسن کرونا داخلی بر روی انسان. این واکسن که مدتی است درباره آن حرف زده می شود تا حالا در مرحله آزمایش روی حیوانات بوده. حالا گفتند که این هفته با تزریق به 56 نفر وارد مرحله آزمایش روی انسان ها می شود. اگر این واکسن از مرحله آزمایش موفق بیرون بیاید، به گفته مسئولان حدوداً 6 ماه طول می کشد تا آماده توزیع شود. در نقاط دیگر جهان چند کشور واکسیناسیون عمومی را شروع کردند. واردات واکسن کرونا به ایران با اما و اگرهای زیادی همراه است. یک مشکل نداشتن امکانات حمل و نقل و نگهداری واکسن ساخت شرکت‌های فایزر و بایونتک است که در دمای بسیار پایین نگهداری می‌شود. در این شرایط آیا زیرساخت‌ها و شرایط تولید واکسن داخلی مهیاست؟ چشم‌انداز توزیع آن چگونه است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پریزاد نوبخت. از هر چه بگذریم سخن واکسن خوشتر است، خصوصا اگه متکی به توان داخلی و ماحصل زحمت شبانه روزی متخصصان کشورمون باشه. ایران بارها گفته در زمینه تولید واکسن کاری کرده کارستان. خبر خوش ساخت واکسن بود. وزیر بهداشت چندین بار ادعا کرده که ایران از پیشتازان عرصه واکسن سازیه و تولید واکسن داخلی داره به خوبی پیش میره. ولی درباره واکسن کرونای ایرانی واقعا چی میدونیم؟ یکی از مدیران سازمان غذا و دارو گفته 6 شرکت داخلی درباره تولید واکسن کرونا مطالعه میکنن. در میان اینها سازنده‌ای که اسمش بیش از همه مطرح میشه ستاد اجرایی فرمان امامه. ولی اینکه چرا این نهاد باید در ساخت واکسن کرونا مطرح باشه برای خیلی ها جای سواله. در هر صورت کیانوش جهانپور، یکی از مقام‌های ارشد وزارت بهداشت، گفته این واکسن برای فاز اول پژوهش کد اخلاق گرفته. یعنی چی؟ یعنی قراره که روی جمعی از آدم‌های سالم آزمایش بشه تا ایمنیش سنجیده بشه. گفته شده این اولین واکسن ایرانیه که تونسته کد اخلاق در پژوهش بگیره. ولی این واکسن چطوری ساخته شده و چجوری قراره آزمایش بشه؟ از ویروس کشته و ضعیف شده استفاده شده. تقریبا هر فازش یه چیز قریب مثلا 28 روز طول میکشه. اول در 56 فرد این تزریق خواهد شد که اولا در جنسیت و سنهای متفاوت هست.
فاز دوم یه چیزی قریب 500 نفر هست و در فاز سوم دیگه به اصطلاح محدودیت ها برداشته خواهد شد. ایران ولی چند دوز واکسن نیاز داره؟ متخصصان میگن برای اینکه مردم یک کشور به ایمنی دست جمعی یا اصطلاحاً گله‌ای برسن، باید حدود 70% اونها واکسینه بشن. با این حساب، با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران، 56 میلیون نفر باید واکسینه شن. هر نفر برای ایمن شدن به 2 دوز واکسن نیاز داره. یعنی ایران دست کم 112 میلیون دوز واکسن میخواد. سوال اینجاست که آیا ایران میتونه این حجم از واکسن رو تولید کنه؟ این ظرفیت تولید برای کشورهای پیشرفته تری که توان مالی، سابقه تولید واکسن و زیرساخت‌هاش رو دارن هم دشواره. البته ایران گفته میخواد بخشی از نیازش رو هم بخره از طریق شبکه جهانی کوآکس. ایران میگه که تحریم‌های آمریکا ما نمیشن. آمریکا میگه برای خرید واکسن تحریمی وجود نداره. شبکه جهانی کوواکس هم میگه که مانع قانونی وجود نداره. فعلا فقط میدونیم که این واکسن‌ها فایزر و مدرنا نیستن. اولا اون دوتا که جدید اومده اینا اصلا امکانی نیست که به ایران بیاد نیست، برای اینکه اینا اصلا به خیلی جاها دنیا هم نمیتونن بدن، به خاطر اینکه یکیش یخچال منای 70 میخواد، یکیش منای 20، که اینا روتین نیست اصلا، حمل و نقلش مشکلی. اونی هم که در انگلیس ساخته شده اونم هنوز داره ترایالش میکنه، رو دوزش مشخص نیست. بقیه هم که الان تو چین و روسیه و جاهای دیگه که ساختن، خب مال ما عین همونه دیگه، ویروس ضعیف شده است. واکسن زدن یا نزدن در کل دنیا محل بحث شده، ولی در ایران شاید نگرانی بیشتر باشه. دلیلش چیه؟ اول اینکه اطلاع رسانی درستی درباره این واکسن نشده. یعنی چی؟ در کشورهای پیشرفته تر اطلاعات مربوط به آزمایش ها در دسترس عموم قرار میگیره و از واکسن های آکسفورد و فایزر گرفته تا مثلا این اطلاعات از واکسن سینوواک چین در دسترس و همه از جمله من در بریتانیا میتونم این نتایج رو ببینم و بخونم. اطلاعاتی که از واکسن ایرانی داریم که فعلا فقط روی حیوانات آزمایش شده، مبتنی بر چیزیه که افراد و مقام ها میگن و ریز این اطلاعات در دسترس همه نیست. دو، حرف های متناقضه. یعنی همین اطلاعاتی هم که مقام ها میگن با هم در تضاده. وزیر بهداشت میگه تولید واکسن کاملا شدنیه، ولی بعضی دیگه از مقام های وزارت بهداشت میگن زیرساخت های تولید واکسن اصلا در ایران وجود نداره. یکی از اونها رضا ملکزاده، معاون پیشین وزیر بهداشته، که گفته بود دانش ساخت واکسن کرونا رو داریم ولی بعضی از زیرساخت‌های لازم برای ساخت اون رو نه. او اخیراً از مقامش استعفا کرد. یا مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، که گفته تولید هر نوع واکسن در ایران غیر ممکنه، چون نه منابع مالیش هست و نه تکنولوژی اون. و سومین دلیل بی‌اعتمادی، بدبینی کلیه به تولیدات داخلی. این ناباوری پیدا شده. من اعتقادم این نیست. اثر بخشش قاعدتا اگه بالای 70% باشه برای ما کافی و خوبه. ما میتونیم. و من از مردم خواهش میکنم بدبینیشون نسبت به چیزایی که در ایران تولید میشه بذارن کنار. این هم تلاش مقام ها برای رفع این بدبینی. تمام بچهای ستاد از تاپ چارت ستاد تا پایین ستاد همه آمادن که تزریق کنن، به قدری اطمینان دارن و همه ما ان شاء الله تزریق خواهیم کرد این واکسن رو. نگرانی در مورد واکسن و نحوه عمل کردش مختص ایران نیست، اما در ایران در دسترس نبودن اطلاعات و اطلاع رسانی مبهم و پراکنده و غیر قابل ارزیابی نگرانی ها را فراتر برده. پریزاد نوبخت، بی بی سی. دکتر بابک قرای مقدم، عضو اسبق انجمن پزشکان عمومی ایران، از تهران با ما هستن. های دکتر، میدونیم منابع محدود، مشکلات خیلی زیاده، یک طرف واردات واکسنه، یک طرف هم ساخت داخل اون. به نظر شما باید تمرکز روی کدوم یکی باشه؟ میکنم خسته نباشید. ببینید، ما در همه راه ها رو باید حرکت کنیم و بسیار به نظر من اقدام خوبی هست که جوانان ایرانی و تولید در ایران دارن این رو روش کار میکنن. ما الان داریم داروهای متعددی رو در کشور تولید میکنیم، به هر ترتیب در شرایط تحریمی قرار داریم و زمان رو ما نمیتونیم از دست بدیم و ریسک کنیم. این که از کشورهای دیگه واکسن آورده بشه هیچ مغایرتی با تولید این شرکت ها نداره. من شنیدم که فقط یک شرکت هم نیست، حدود 17-18 شرکت دارن
در مراحل مختلف تولید واکسن کرونا هستند. و خب این الان اینی که دارید شما عنوان کردید اون یکی الان فاز حیوانی رو تمام کرده و وارد فاز انسانی شد. خانم دکتر مهرز اشاره کردند که حتی اگر آزمایش انسانی اون موفق باشه توزیع در اواخر بهار شروع میشه، به معنای این است که تازه شروع 6 ماه طول میکشه و اگر بخواد به عده زیادی از مردم داده بشه در اختیارشون قرار بگیره شاید ماها بیشتر. آیا تا اون زمان وادار به وارد کردن واکسن نخواهند شد؟ ببینید حتما اونها تلاش رو خواهند کرد که واکسن هایی رو که الان در بازار وارد شده مثل فایزر، مثل حالا آسترازنیکا در آینده نتندان دور، بعد واکسن کوواکس و واکسن روسی، اینها رو هر کدوم رو بتونن اینها وارد میکنن، ولی تناقضی با هم بنده نمیبینم. بعد این دیدگاهی که در مردم وجود داره که الان خیلی هم خطرناکه، این دیدگاهی که فکر میکنن های الان بدو این واکسن رو بزنیم، این در همه جا بنده عرض خدمتتون بکنم در همون آمریکا، در همون انگلستان هم ماها طول خواهد کشید تا مردم واکسیناسیون بشن. بنابراین ما توصیه‌مون الان این هست که ببینید ما الان ظرف چند هفته یه مقداری سفت و سخت‌تر شد، یه مقدار رعایت‌ها بیشتر شد، میزان بیمار ورود بیماران به بیمارستان‌ها، بیماران بدحال و حتی مرگ و میر کاهش پیدا کرد. ما باید اقدام حادمون روی این باشه که مردم اون توصیه هایی رو که بهشون گفته میشه جدی بگیرن و در این حال واکسیناسیون رو بکنیم، برای اینکه این بیماری، من خیالتون راحت کنم، این بیماری به نظر بنده مثل آنفلانزا دیگه با بشر خواهد موند. ما برای برنامه ریزی دراز مدت هر کشوری که بتونه خودش واکسن تولید کنه، اگر امکانش رو داشته باشه که ایران قطعا امکانش رو داره، واکسن های بسیار بسیار زیادی رو داره در کشور تولید میشه. همین واکسن هایی که در بچه ها دارن میزنن خیلی هاشون در تولید داخل هست. واکسن سازی رازی ما سال هاست که داریم تولید واکسن میکنیم. حالا این مسئله واکسن کووید 19 به دلیل اینکه حالا حالت ویروس بوده و اینها، این برای یه چیز جدیدی بوده، الان هم انرژی گذاشتن دارن تلاش میکنن. توی فاز حیوانی گفتن 70% آنتیبادی مثبت شده. در این حد که ما بتونه در یه درصدی از جامعه رو دچار ایمنی بکنه و اون به قول معروف شدت بیماری کاهش پیدا کنه، شدت انتقال کاهش پیدا کنه، این بسیار خوب هستش. ممنونم از دکتر بابک قره مقدم، عضو سابق انجمن پزشکان عمومی ایران از تهران با ما. هرمز شریفیان روزنامه‌نگار هم از تهران با ماست. آقای شریفیان، بحث اعتماد بحثی جدیه. آقای دکتر قره مقدم اشاره کردن در گزارش، خود خانم مینو مهرز هم روش انگشت گذاشتند. چرا در ایران این موضوع تبدیل شده به یک مسئله؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. این که چرا بی‌اعتمادی در بین مردم هست، اینو باید مسئولان و حاکمیت و دولت پاسخ بدن. به هر حال این یک عملکردی هستش که باعث شده مردم نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت دارن واکنش نشون میدن در هست، و این بی‌اعتمادی حاصل اون هست. شما ببینید الان ما چند وقت پیش اعلام کردن که ذخایر خون در حال کاسته شدن هست و مردم به دلیل این سالها اعتمادی که به سازمان انتقال خون داشتن اومدن و خیلی با سرعت دوباره بانکهای خون ما پر شد و مردم اومدن مشارکت کردن و این همکاری رو کردن. اما در مورد واکسن کرونا هم اطلاع رسانی خیلی اطلاع رسانی ضعیفی بوده. دومی که گفته های مسئولان تماما تناقضه و مردم در این شرایط خب نمیتونن طبیعیه که باور کنن آیا این واکسن میتونه مشکلشون رو حل کنه یا نمیتونه.
ما در اینجا یک مشکل دیگه هم هست که داریم، آیتم زمان هست، زمان هم خیلی مهمه و من فکر میکنم که حالا البته این بحث کارشناسی تره ولی بحث زمان رو هم داریم و باید سریعتر این واکسیناسیون رو انجام بشه با توجه به اینکه این واکسن تازه میخواد 6 ماه آینده به مرحله تزریق برسه. من فکر میکنم خیلی زمان زیادی طول میکشه. الان در کشورهای دیگه واکسیناسیون شروع شده و یکی از دلایلی که مردم میان اعتماد میکنن اینه که مسئولان میان و در رسانه های عمومی میشینن و واکسن میزنن، خودشون اول واکسن زدن از خودشون به صورت نمادین آغاز میکنن و خود این باعث میشه که اعتماد مردم هم بیشتر بشه. مردم در سایر زمین های پزشکی این اعتماد رو دارن ولی به دلیل کمبود اطلاع رسانی سخت میکنن اعتماد. این موضوع در غرب هم بوده، همونطور که شما اشاره کردید مثلا در آمریکا معاون رئیس جمهوری آمریکا در برابر دوربین ها رفت واکسن زد به خاطر اینکه نوعی ترغیب انجام بشه. مسئله یک مسئله فرهنگیه که در جهان هست و ایران هم از اون مستثنا نیست، علاوه بر اون بحرانی که شما اشاره کردید، بی اعتمادی که از تناقض میاد. بله شما الان نگاه کنید که مثلا آقای آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایشون گفته ساخت واکسن ایرانی زمان بره و کشور برای مقابله با پاندمی کرونا بیشتر عقب نگه میداره کشور رو. یا وزیر بهداشت هم گفته بود که 6 ماه آینده. خب اینها از طرفی امروز خانم محرز گفتن که بیان و شروع کنن زدن. خب مخاطب این تناقضا باید چی کار بکنه؟ از یه طرف میشنوه که واکسن 6 ماه دیگه آماده تزریقه، از یه طرف میگن که الان آماده تزریقه. خب حرف کدوم یکی رو باید به قول معروف مردم بتونن بپذیرن؟ اطلاع رسانی هم در این زمینه کم بوده. اینکه ما واکسن بسازیم بسیار عالیه، یعنی مایه افتخار، کمایی که ما در سایر حوزه‌های پزشکی و داروسازی هم ما الان کاملا خودکفا هستیم، داریم دارو میسازیم، داریم کارهای دیگه انجام میدیم و مردم هم هیچ مشکلی ندارن. و مثالی هم که قبلا زدم در مورد انتقال خون، مردم چون پیشینه سازمان انتقال خون رو دیدن، به محض اینکه این سازمان اعلام میکنه که بانکای خون کمه، مردم هجوم میبرن و این کمبود رو جبران میکنن. اما در مورد واکسن کرونا این بی‌اعتمادی متاسفانه وجود داره و تقصیرش هم متوجه خود مسئولان هست. نهادهای متعددی دستن در کار هستند. ما گزارشی داشتیم مثلا سرمایه گذار این پروژه یک نهادی است که در موردش حرف حدیث بسیار زیاده، بنیاد فرمان امام مثلا. چطور میشه این بی‌اعتمادی رو زدود؟ چطور میشه که در حقیقت اعتماد رو جلب کرد؟ یکی از راهاش اینه که این واکسن کرونا رو کامل و شفاف یا توضیح بدن که چگونه تولید شده، در کجا تولید شده. اینکه سرمایه گذارش چه کسی هست به نظر من فکر نمی کنم خیلی مهم باشه. به هر حال یه نهادیه که سرمایه زیاد داره و میاد سرمایه گذاری میکنه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. اونش من فکر میکنم در اولویت دوم. اولویت اول اینه که کاملا شفاف سازی بشه که این واکسن چگونه تولید شده، در کجا تولید شده، کسانی که تولیدش کردن چه تخصصهایی داشتن و این تولید در مرحل چگونه آزمایش شده تا به این مرحله رسیده. اینها شفاف سازی به هیچ وجه نشده، یعنی اطلاعات کاملی ندارن. و نمونه دیگه شما همونطور که عرض کردن اینکه مسئولان خودشون بیان بشینن در صف و در مقابل دوربین واکسن بزنن، اگر اطمینان هست به این واکسن بیان بزنن و شروع کنن. ضمن اینکه این زمانش هم یه خورده زمان بر بودنش هم باعث نگرانی هست که میگن 6 ماه دیگه آینده آماده میشه. خب تو این 6 ماه باید چه کرد؟ باید منتظر مون تا این واکسن آماده بشه؟ آیا امکان نداره که تو این مدت لااقل یک سری واکسیناسیون شروع بشه، واکسن خریداری بشه و واکسیناسیون شروع بشه؟ این زمانش هم روی اعتماد مردم تاثیر میذاره. ممنونم از هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار از تهران با ما. بسیاری از کاربران ایرانی در توییتر خطاب به مسئولان هشتگ واکسن بخرید رو اصطلاحاً داغ کردند. کاربران از مسئولان خواستند درباره تعداد و نوع واکسن‌های خریداری شده اطلاع رسانی و روشنگری کنند. از طرف دیگر غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر
در مجلس ایران گفته که قطعا اطمینان مردم به واکسن هایی که در داخل کشور تولید می شود بیشتر از واکسن های سایر کشور هاست. از شما پرسیده بودیم انتظار شما از مسئولان درباره واکسن چیست؟ درباره صحبت نماینده بهشهر چه نظری دارید؟ و آیا برای شما اهمیت داره که واکسن کرونا محصول کدام کشور باشه؟ نظر بعضی از مخاطبان ما رو که جواب این سوال ها رو از طریق تلگرام برای ما فرستادند میشنویم. من هرگز واکسنی که تولید داخل باشه رو نمیزنم. حتی واکسنی که از کشورهایی مثل چین یا روسیه وارد بشه هم نمیزنم. فقط واکسنایی که مورد تایید FDA هستش مطمئناً برای ما هم مورد تایید هست و استفاده میکنیم. به هیچ عنوان از واکسن ایرانی استفاده نمی کنم، چون اینها منظورم مدیران هستش، خودشون رو طی سالهای گذشته معرفی کردن. ما متوجه شدیم که توانایی اداره هیچ کاری رو ندارن و این واکسن کرونا به دلیل اینکه با جون ماهاد سر و کار داره به شدت باهاش مخالفت میشه. راستش بخواین من خودم چون لایه تجربیات پزشکی هم دارم، به نظر من واکسن‌های ایرانی خیلی سیف‌تر و امن‌تره برای کاربرا. حالا البته اگر تمام آزمایش‌های انسانی انشالله نتیجش مثبت باشه. چرا؟ چون که واکسن‌های حالا فایزر و مدرنا و اینا از یه تکنولوژی جدید استفاده می‌کنن، اما واکسنی که تو ایران قرار تولید بشه از همون تکنیک حالا ویروس ضعیف شده است که خب سال‌های سال آزمونش رو پس داده و ما هم تو واکسن سازی خب خیلی خوبی. برای همین من ترجیح هم واکسن های ایرانی. البته بازم تاکید میکنم اگر نتایج بالینیش مثبت باشه اوکی باشه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیاد تو این شرایطی که حتی یک سنت هم براش با ارزش هست بخواد بره و واکسن بخره، اونم برای مردمی که خود شما بهتر میدونید جمهوری اسلامی برای اینا هیچ ارزش قائل نیست. نمونه واضحش همین است که موقع شروع کرونا تمام کشورهای دنیا پروازاشون رو به چین بسته بودن. جمهوری اسلامی به خاطر منافعش آخرین کشوری بود که اعلام کرد من پروازا رو بستم، ولی باز مشخص شد که نه، انگار یواشکی پروازا رو انجام میده. خب شما از همچین رژیمی انتظار دارید توی همچین شرایطی بره دلار پرداخت کنه و برای مردم واکسن تهیه کنه؟ خب البته احتمالاً چند صد عدد از این واکسن‌های آمریکایی رو به هر شکل به ایران میاره برای رهبرشون و رئیس جمهور و آره چند تا از آقایون. نظرات بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی رو شنیدید. به دنبال شیوع نوع تازه‌ای از ویروس کرونا، ده‌ها کشور پرواز از بریتانیا یا برعکس رو موقتاً لغو کردند. ایران هم از توقف دو هفته‌ای پروازها به این کشور خبر داده. امروز برای بررسی راه‌های مقابله با گسترش این نوع جدید ویروس کرونا، دولت بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا جداگانه جلسات اضطراری برگزار کردند. نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی تلویزیونی تلاش کرد به مردم اطمینان خاطر بدهد که توقف موقت تبادل کالا با اروپا از طریق بندر دوور تأثیر چندانی بر جابجایی مواد غذایی و بسیاری از کالاهای دیگر ندارد. خبرنگار ما باران عباسی از سن پنکراس ایستگاه بین المللی قطار لندن با ماست. از اونجا بگو باران، چه خبره اونجا؟ اینجا جمال بارون خیلی شدیدی میاد، اصلا حال هوای کریسمس نداره. ایستگاه سن پنکراس یکی از بزرگترین و پر رفت و آمدترین ایستگاه‌های قطار هست که مسافرها رو از لندن به فرانسه، بلژیک و هلند میبره. سه کشوری که در کنار خیلی از کشورهای دیگه محدودیت‌هایی رو ایجاد کردن برای سفر از بریتانیا به کشورهاشون. در کل 40 کشور هستن که تا الان محدودیت‌هایی رو اعمال کردن. بعضیا کلاً پروازها رو کنسل کردن، بعضیا مثل اسپانیا گفتن که شهروندان خودشون میتونن از بریتانیا به اسپانیا برگردن. بعضی هم مثل فرانسه کلن مرزها رو بستن، ورود مسافر و ورود کالا رو ممنوع کردن. همین باعث شده که صف بسیار طولانی از کامیون‌ها در بندر دوور در جنوب انگلستان که کالا رو از انگلستان به فرانسه میبره به وجود بیاد. در ساعاتی از روز این صف به 30 کیلومتر هم میرسیده. شرایط اونجا فاجعه بار توصیف شده. از طرف نگرانی‌هایی هم هست که کالایی که
از اروپا به بریتانیا می اومدن مثل سبزیجات و مرکبات ممکنه در طولانی مدت اینجا دیگه پیدا نشن یا کم پیدا بشن و صحنه‌هایی به وجود بیاد مثل چیزی که ما تابستون امسال در اوایل شیوع کرونا دیدیم که فروشگاه‌ها خالی شده بودن. در این حال فرودگاه ها هم امروز و دیروز وضعیت بسیار پر هرج و مرجی داشتن و به خاطر اینکه بسیاری از پروازها کنسل شده بودن بسیاری از مسافرها تو فرودگاه گیر افتادن. دولت بریتانیا گفته که به فرودگاه ها به ایستگاه های قطار نرید تا وقتی که مطمئن بشید که پروازتون و سفرتون هنوز برقراره. اگر قرار بوده به یکی از این کشورهای سفر کنید که الان محدودیت هایی رو اعمال کردن چمدون هاتون رو باز کنید. اروپایی ها چی میگن؟ بالاخره یک طرف قضیه اونان. اروپایی ها فعلا هر کدومشون به صورت جداگانه تصمیم گرفتن درباره اینکه با این شرایطی که الان در بریتانیا ایجاد شده چطور برخورد بکنن. جلسه ای امروز داشتن، جلسه اضطراری که قرار فردا هم ادامه پیدا کنه. امروز انتظار نمیره که هنوز دیگه به تصمیمی برسن، همه منتظر هستن ببینن که فردا چی میشه. ولی صحبت هایی هست از اینکه ممکنه محدودیت های مقداری کاهش پیدا کنه، به جاش کارهایی مثل افزایش آزمایش مسافران، آزمایش کرونا بیشتر بشه و اجازه بدن که در این شرایط سال که نزدیک کریسمس هست و شلوغ ترین روزهای سال هستش برای مسافرت، حداقل بعضی از مسافرها بتونن وارد اروپا بشن. از طرفی کشورهای دیگه هم هستن مثل سوئیس که همین الان ورود مسافر رو از بریتانیا فعلا لغو کردن، ولی میگن که ما یک قدم عقب‌تر از این گونه جدید ویروس هستیم، اینکه به احتمال زیاد این ویروس الان پخش شده در اروپا این نوع جدید. هلند و ایتالیا هم گفتن که خودشون دیدن نمونه هایی از این گونه جدید رو در کشورشون و اینکه به خاطر اینکه این گونه جدید قبلا در سپتامبر اولین بار دیده شده بوده اینجا و از اون موقع تا الان به هر رفت آمد برقرار بوده احتمالاً پخش شده، ولی به این معنی نیستش که منشأ ویروس اینجا بوده یا اینکه فقط اینجا هست و گسترشش اینجا خیلی زیاد بوده. شاید به خاطر این باشه که بریتانیا تحقیقات خیلی گسترده تری انجام داده، آزمایش‌های بیشتری انجام داده و باعث شده که اینجا بیشتر این گونه جدید ویروس دیده بشه. چقدر دولت از خودش آمادگی نشون داده؟ اشاره کردی که توصیه‌هایی کردند، ولی چی میگن در مجموع مقام‌های دولتی؟ بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امروز جلسه اضطراری با کابینش داشت، بعدش یک نشست مطبوعاتی گذاشت. در کل پیام دولت اینه که اصلا نگران نباشی، شرایط تحت کنترل، ما مدت‌ها خودمون رو برای این شرایط آماده کردیم. بوریس جانسون گفتش که من با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون صحبت کردم به خاطر شرایطی که در جنوب انگلستان در بندر دوور به وجود اومده و ابراز امیدواری کرد که تا چند ساعت دیگه این مشکل حل بشه و کالاها بتونه به وارد اروپا بشه. گفتش که اینکه حالا یک راننده‌ای داخل کامیونی نشسته و میخواد بار ببره به اون طرف مرز، این خیلی خطر زیادی برای کشورهای اروپایی ایجاد نمیکنه. ولی به هر حال بوریس جانسون تحت فشار خیلی زیادیه. امروز متهم شد به اینکه شرایط رو تحت کنترل نداره، اینکه وعده هایی رو میده که عمل نمیکنه. همین چند روز پیش بود که رهبر حزب مخالفان، رهبر حزب کارگر سر کیر استارمر به آقای جانسون گفته بودش که بعد محدودیت ها رو افزایش بده. آقای جانسون در جواب گفته بودش که رهبر حزب مخالف میخواد کریسمس رو کنسل کنه، خیلی کار سنگدلانه ای و خیلی کار غیر انسانیه. بعد دو روز بعدش خودش مجبور شد که محدودیت های شدیدی رو اعلام بکنه و برنامه کریسمس میلیون ها نفر رو لغو کنه و باعث شده که به این متهم بشه که تصمیم های دقیقه آخری میگیره. جواب آقای جانسون این بودش که ما شرایط وقتی فاجعه بار میشد که ما میخواستیم کلا کشور رو در حالت تعطیل نگه داریم، ما الان 500,000 نفر رو تا حالا واکسینه کردیم و به این کارمون ادامه بدیم. کلا پیام مثبتی داشت، ولی شکی نیستش که تحت فشاره به خاطر اینکه از طرفی 10 روز بیشتر نمونده تا پایان دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. برخلاف قول‌هایی که آقای جانسون داد، هنوز به توافق تجاری با اتحادیه اروپا نرسیده و الان شیوع این گونه جدیدم به کابوس قبل از کریسمس تبدیل شده برای آقای جانسون. ممنونم از باران عباسی در ایستگاه سن پانکراس. جورج لومانوسوف، ویروس شناس از شهر نوریچ بریتانیا با ما هستند. آقای لومانوسوف، در مورد این جهش یا سویه جدید بگید، چه اطلاعات بیشتری در دسترس هست؟
Well, good evening. عصر شما بخیر. Yes, it's something which is really... بله. این چیزی که در این چند هفته اخیر مشخص شده و این واریانت جدید، این نوع جدید چند موتاسیون مختلف داره، چند نوع مختلف داره و خب به واسطه سرعتش در انتقال در منطقه جنوب شرق انگلستان از جمله لندن خیلی پرشمار شده و پرشمارترین نوع ویروس است، اگرچه در برخی دیگر از بخش‌های کشور هم یافت شده. ما چند بار شنیدیم که این ویروس موتاسیون یا جهش پیدا کرده. این در میان ویروس‌ها طبیعیه یا ویروس کرونا از این نظر متفاوت هست با بقیه؟ این چیزیست که شامل همه ویروس ها میشه، مخصوصا که اگر اونها مبناشون ژنتیکی باشه تا اینکه دی ان ای باشه. وقتی که به چرخه تکثیر اونها نگاه میکنیم گاهی وقتا شاهد اشتباهاتی هستیم. گاهی وقتا اون اشتباهات دلیلش اینه که اون ژنوم به اون ژنوم ویروس بستگی داره. ولی بعد می‌بینیم که این نوع جدید از نوع قبلی برتر هست و بر اون غلبه می‌کنه و این در مورد این جور ژنوم‌ها طبیعی است. و این باعث میشه که ما هر سال شاهد این هستیم که خب نوعهای مختلفی داریم و به همون دلیله که باید نوعهای مختلف از واکسن ها رو تولید کنیم. در مورد این واکسن، در مورد ویروس کرونا، خب ما شاهد موتاسیون ها یا جهش های متعددی بودیم. ده ها کشور پروازهای خودشون رو به بریتانیا لغو کردن، از بریتانیا هم مسافر قبول نمی کنند. آیا میشه گفت که این ویروس با سوی جدید یا با حالا شکل جدید در بریتانیا جهش پیدا کرده و توضیح داد که چرا اینطوره؟ این سوال خیلی جالبیه که بتونیم ببینیم که اولین مورد این جهش یا موتاسیون رو پیدا کنیم. من فکر میکنم یک دلیل رشد یا شدید این ویروس اینکه با تعداد بسیار زیادی شاهد تکثیر این موتاسیون خاص بودیم اینه که این منطقه از بریتانیا خیلی پرجمعیت هست. بعد ممکنه ترکیبی از عوامل رو داشته باشیم، ترکیبی از بیش از یک موتاسیون یا نوع ویروس رو داشته باشیم که اینها با هم دیگه ترکیب بشن و یک نوع ژنتیک تازه ایجاد کنن. ولی 100% نمیشه با اطمینان گفتش که منشأ این نوع جدید کجا بوده، ولی خب واقعیت اینه که الان این پرشمارترین نوع ویروس در این منطقه است. ممکنه که واکسنی که تولید شده بر روی این ویروس اثر نکنه؟ Now that's a worry that people have. این یک نگرانی است که بعضی ها دارن. در حال حاضر شواهدی که داریم دال بر این هست که تغییراتی که در این نوع جدید، این واریانت جدید، این نوع جدید ویروس داریم اونقدر نیست که واکسن نتونه بر اون غلبه کنه. واکسنی که تولید شده در نتیجه کار روی پادتنهایی که موفق شدن قبلا ویروس رو تجربه کنن، اما از اونجایی که این ویروس خیلی شدیدتر، این واریانت جدید خیلی سریعتر تکثیر میشه، خیلی سریعتر تولید مثل میکنه، نیاز به این هست که ممکن نیاز به این باشه که یک واکسن جدیدی تولید بشه خیلی سریعتر تا بشه در زمان کوتاه‌تری به این نوع جدید پاسخ داد. جورج لوماناسوف، ویروس شناس از شهر نوریچ بریتانیا، ممنونم از حضور شما در برنامه. ایران حمله راکتی دیشب به منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا را مردود خوانده و گفته که زمان این حمله و بیانیه وزیر خارجه آمریکا علیه ایران مشکوک است. در حالی که آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران را مسئول این حمله ها می‌دانند، کتائب حزب الله، یک گروه مسلح شیعه تحت حمایت ایران، هم این حمله را محکوم کرده و گفته نباید جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. مجید افشار گزارش می‌دهد. آسمان بغداد دیشب شلیک دست کم 8 راکت کاتیوشا به منطقه سبز، یکی از بزرگترین حملات موشکی در ماه‌های اخیر که سفارت آمریکا را هدف گرفته بود.
سیستم دفاع موشکی سفارت فعال شد تا راکت‌ها را در آسمان منهدم کند. گفته شده که ساختمان سفارت آسیب جزئی دیده و یک سرباز عراقی زخمی شده. این حمله که در آستانه سالگرد حمله به کاروان قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در بغداد و کشته شدن او انجام گرفت، باعث شده انگشت اتهام به سمت گروه‌های شیعه حامی ایران در عراق نشانه رود. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی نوشت: شبه نظامیان مورد حمایت ایران بار دیگر آشکارا و بی‌پروا به بغداد حمله و شهروندان عراقی را زخمی کردند. حق مردم عراق است که این مهاجمان را تحت پیگرد قرار دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم گفته آماده مقابله با حملات احتمالی نیروهای نزدیک به ایران در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی است. و تکلم عن المقاومین العراقیین. کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شیعه نزدیک به ایران، اما این حمله را محکوم کرده و گفته نباید جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. جواب ما کاملا روشنه. صدای مشابه امروز از وزارت خارجه ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران نوع و زمان این حمله و توییت وزیر خارجه آمریکا را مشکوک خواند. نخستین سالگرد صدور مصوبه مجلس عراق بر ضرورت گزارش تلویزیون ایران با تاکید بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، آرزویی که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و تغییر سیاست‌ها در خاورمیانه ممکن است فعلا برای ایران عملی نشود. مجید افشار، بی بی سی. همکارم نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با من. نفیسه، شاید در نگاه اول عجیب به نظر بیاد که ایران حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد رو غیر قابل قبول توصیف بکنه و مردود بدونه. البته ایران هیچ موقع مسئولیت این حمله ها رو به عهده نگرفته و همیشه خیلی با دقت در این مورد حرف زده. حتی با این که معلومه که گروه های نزدیک به ایران در پس خیلی از حملات گذشته بودن، همیشه فاصله گذاشته و گفته این حمله ها مربوط به ما نیست. اما مشخصا در مورد حمله دیشب که حمله بسیار بزرگی بود، بعد از زمانی که گروه های نزدیک به ایران و مشخصا کتائب حزب الله اعلام آتش بس کرده بود و گفته بود که نیروهای به اون چه اونها محور مقاومت میخونن، میخوان فعلا دست نگه دارن تا فرصت بدن آمریکایی‌ها عراق رو ترک کنن. این حمله بزرگترین حمله هستش که بعد از این اعلام آتش بس اتفاق افتاد. یه حمله قبل هم 2 هفته پیش اتفاق افتاد ولی به این گستردگی نبود. ما می‌بینیم که بلافاصله بعد از این حمله همین گروه‌های نزدیک به ایران که مثل کتائب حزب الله، مثل اصحاب اهل حق، همشون بیانیه‌های بسیار مشابه صادر کردن و بین خودشون و این حمله فاصله گذاشتن. حالا اینجا 2 سوال مطرحه. اینه که یا این گروه‌ها و ایران کنترلشون رو بر روی گروه‌های کوچکتر و رادیکال‌تر در داخل گروه‌های مسلح شیعه از دست دادن، یا اینکه به نوعی عملیات روانی هم میخوان فشار روانی رو بر نیروهای ائتلاف بر آمریکا همچنان نگه دارن، از طرف دیگه مدل رد گم کردن کاملا خودشون رو مبرا از دست داشتن در این حمله بدونن. برای همین هم فعلا خیلی ابهام هست در مورد این موازی که دارن اینها میگیرن. اما وقتی ما در عراق بودیم همین چند مدت پیش و برای مستند کار میکردیم، با بعضی از این مقامات نیروهای نزدیک به ایران صحبت کردیم و اونها تاکید میکردن، مشخصا سخنگوی کتاب حزب الله و آقای عامری فرمانده سپاه بدر، تاکید میکردن که منتظر خواهند شد تا بایدن بیاد و میگفتن که حتی ایران هم دست کاری نخواهد کرد و دنبال انتقام نخواهد بود تا وقتی که دولت جدید بیاد. حالا میگم سوال واقعا زیاده که مدت قبلم حرف از این بود که اسماعیل قانی رفته به عراق و به گروه‌های متعدد
شیعه ای که نزدیک هستند به ایران گفته که فعلا دست نگه دارن. الان حرف از اینه که یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده وارد خلیج فارس شده و آرایش نظامی در اونجا در حال تغییر کردن هست اندکی. آیا ایران در موضع انفعالی قرار گرفته؟ آیا این موضع گیری نشان از نوعی ترس از این هست که در هفته های آخر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دولت او کاری بکنه؟ اون چیزی که ما در عراق برداشت کردیم این بود که همه طرف ها، نه فقط گروه های نزدیک به ایران و حتی آمریکایی ها یا نیروهای ائتلاف، همه منتظرن ببینن که چه اتفاقی میفته، منتظرن ببینن که آقای بایدن چه سیاست هایی رو در پیش خواهد گرفت. فضای کلی بر این بود. این که ناو اومده، این بخشش برمیگرده به عملیات بازدارندگی که آمریکایی ها همیشه انجام دادن. و یه نکته دیگه این که به هر حال داره سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی نزدیک میشه. میشه انتظار داشت که آمریکایی ها دارن آماده میشن که هر نوع احتمالی رو در نظر بگیرن. ولی اون چیزی که ما اونجا میشنیدیم حتی از نیروهای ائتلاف این بود که خیلی احتمال نمیدن که حمله ای صورت بگیره و معتقد بودن که احتمالاً ایران هم منتظر خواهد شد ببینه که بایدن چه کار خواهد کرد. اما این وسط یک واقعیت هم هست، گروه های تندرو همیشه هستن و خیلی قابل پیش بینی نیست که این گروه های تندرو از این وضعیت بخوان استفاده بکنن یا نه. اینکه ایران تحت فشار هست چیز مبهمی نیست. گروه های نزدیک به ایران هم در داخل عراق تحت فشار هستن، تحت فشار افکار عمومی هستن و میدونن که اگر حمله ای صورت بگیره احتمالاً آمریکا خیلی بدتر از دفعه قبل که پایگاه های این گروه ها رو زد و 40 خورده‌ای نفر کشته شدن بدتر جواب خواهد داد. در نتیجه یک فضای کاملا مبهمی در جریان و در روزهای آینده به نظرم خیلی مبهمتر و سختتر خواهد شد وضعیت. ممنونم. متشکرم از نفیسه کوهنورد. ایران به انتقادهای کانادا از عملکردش در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین پاسخ داده. حادثه‌ای که حدود یک سال پیش اتفاق افتاد و همه 176 سرنشین آن که اکثریتشان تابعیت یا اقامت کانادا را داشتند جان باختند. وزیر خارجه کانادا از تأخیر در انتشار گزارش انتقاد کرده و گفته بود احتمال عمدی بودن شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به طرف هواپیما را منتفی نمی‌داند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران جواب داده که هیچ تاریخی در بررسی این پرونده عقب نیفتاده و گزارش فنی امروز یا فردا منتشر می‌شود. مقامات کانادایی تا امروز بیشترین سنگ‌اندازی مداخله‌های بیجا و تلاششون رو کردن که این مسیر طبیعی روشن شدن فنی ماجرا اتفاق نیفته. رفتارشون کاملا سیاست زده است، غیر حقوقی، جایگاه حقوقی مشخصی ندارن ولی سعی میکنن با این اظهارات برای خودشون یک فضایی رو درست کنن. من عرض کنم متاسفم که از غم بزرگ این خانواده ها برخی سیاسیون سیاست زده کانادا دارن برای خودشون میخوان از این یه کلاهی برای خودشون درست کنن، در فضای سیاست داخلی خودشون استفاده کنن، به یک عبارتی از غم میخوان تجارت کنن برای خودشون. من هشدار میدم به وزیر امور خارجه کانادا و به دولت کانادا که در چارچوب یک دولت مشخص پاسخگوی اقدامات خودشون باشن، دولتی که تمام تلاشش رو در همراهی دولت رژیم فعلی کاخ سفید انجام داده که دارو به ایران نرسه، تمامی تلاشش رو کرده که همراهی بکنه با مسدود کردن مسیرهای مالی انتقال دارو و مواد اولیه به ایران. این دولت هیچ جایگاهی نداره که در پشت تریبونی قرار بگیره و از حقوق بشر صحبت بکنه. این مسیری هستش که ایران در چارچوب تعهدات خودش به صورت مسئولانه در حال پیگیری هست. وزیر خارجه کانادا رو دعوت میکنم به ادب دیپلماتیک، دعوت میکنم به شناختن حد و شأن و جایگاه خودش و در همون چارچوب صحبت بکنه. غیر از اون مسیری هستش که خطیب زاده بود سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. جواد سلیمانی همسر الناز نبیی از جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراین توسط سپاه پاسداران از ادمونتون کانادا با ما هستن. آقای سلیمانی، حرفای آقای خطیب زاده رو شنیدید. اول من میخواستم از شما بپرسم به عنوان یک ایرانی کانادایی چی فکر میکنید؟ از نظر شما هم
این اتهام ها به دولت کانادا وارده؟ سلام، مرسی از دعوتتون. البته من ایرانی هستم، کانادایی نیستم، کامل ایرانی هستم. ببینید، نگاه کنید، 138 تا از در واقع مسافران به نوعی پیوند داشتن در واقع با کانادا، 55 تاشون شهروند بودن، 30 تاشون در واقع اقامت اینجا رو داشتن و تعدادشون هم دانشجو و یا اینجا کار میکردن. بدیهیه که دولت کانادا حق داره و محقه که از حقوق این جانباختگان و خانواده‌هاشون در واقع دفاع کنه و صرفاً 21 سوال پرسیدن که حالا دولت ایران اینقدر عصبانیه. خب به جای فرافکنی در واقع دولت ایران بیاد این 21 سوال که در واقع سوالات در واقع خانواده هم هستن جواب بده. ایشون گفتن که در واقع هیچ تاریخی رو در واقع به عقب ننداختن. من بهشون میگم 3 روز شما در واقع دروغ گفتید. امیرعلی حاجی‌زاده، علی خامنه‌ای در واقع می اومدن در واقع توی کنفرانس یا توی تجمعاشون شادی میکردن برای در واقع حمله به عین الاسد و اربیل، در حالی که میدونستن که 176 مسافر رو با موشک‌های خودشون در واقع پرپر کردن. باید طبق قانون سازمان جهانی هوانوردی بدون تأخیر جعبه سیاه رو میفرستادید، 7 ماه طول کشید. در مورد بحث حقوق بشر هم که ایشون صحبت کردند، از همون ابتدا غارت وسایل جانباختگان، مصادره مراسم، بازداشت، احضار تهدید بوده و قطع به یقین به زودی احتمالاً بعد از سالگرد در واقع یکی از سازمان‌های معتبر حقوق بشری گزارش مفصلی و در مورد نقض حقوق بشر پیرامون در واقع خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی خواهد داشت. ما واقعاً خانواده‌ها در واقع حالا دولت کانادا درسته در واقع سعی کرده به نوعی صدای ما باشه، واقعاً فکر می‌کنیم حتی سازمان جهانی هوانوردی و حتی دولت کانادا بیشتر می‌تونستن تو این زمینه فعال باشن. از همون ابتدا اینا جعبه سیاه رو تحویل ندادن، در واقع محل سقوط حادثه رو بولدوزر انداختن. قوانین متعدد بین المللی سازمان جهانی هوانوردی رو به سخره گرفتند. اینا در واقع به نظر میرسه اون جایی که میتونه پاسخگو باشند در واقع دادگاه بین المللی لاست. امیدواریم ایران گزارشش رو این یکی دو روز احتمالاً داده یا میخواد بده و بعد در سازمان جهانی هوانوردی مطرح بشه و بعدش ایشالله در دادگاه لاهه تا اونجا در واقع حقیقت مشخص یا عدالت برقرار. خیلی ممنون آقای سلیمانی که تصحیح کردید. از طرفی خب اشاره کردید که گزارشی قرار منتشر بشه، شما چه انتظاری دارید از گزارشی که امروز یا فردا توسط ایران منتشر میشه؟ ببینید، خیلی سوالات متعددیه در واقع در مورد چه از نظر جنبه‌های نظامی چه جنبه‌های هوانوردی پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی که 21 سال در واقع دستیار ویژه در واقع نخست وزیر کانادا مطرح کردند. این 21 سال باید تمام و کمال جواب بدن. چرا حریم هوایی بسته نشد و چه کسی دقیقاً مسئول نبستن حریم هوایی؟ این سال اوله. و چگونه امکان دارد در واقع یک سامانه موشکی که در واقع کارش در واقع شناسایی موشک‌های کروز نتونه یک موشک کروز رو که کاملا متفاوته از هواپیمای مسافربری تشخیص بده؟ اگر بیاین دوباره بگوین 107 درجه در واقع به اشتباه تنظیم شده، باز خب کارشناسای بین‌المللی دفعه پیش در واقع گفتن واقعا مضحکه 107 درجه شما در شهری مثل تهران نتونی شمال جنوب رو تشخیص بده، اینا مضحکه. باید بیان بگن که چرا در واقع این سامانه که 5 ساعت تقریبا قبل از حمله به هواپیمای اوکراینی اونجا در واقع مستقر شده، چرا هواپیمای دیگر رو به اشتباه در واقع مورد اصابت قرار نداده؟ باید بیان این موارد توضیح بدم و سوالات متعدد دیگه‌ای که حالا وقت برنامه اجازه نمیده مطرح بشه. ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، از جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراین توسط سپاه پاسداران از ادمونتون کانادا با ما. با وجود همه‌گیری کرونا و محدودیت رفت و آمد در تهران، در آذر ماه هوای این شهر 20 روز در شرایط ناسالم قرار داشت. بعضی از اعضای شورای شهر گفتند که علت این آلودگی سوزاندن مازاد سوخت مازوت پالایشگاه هاست، اما سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که اتوبوس‌های فرسوده و قدیمی منشأ اصلی آلودگی هوای پایتخت هستند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. کرونا هم نمیتواند هوای این شهر را تمیز کند. در یک هفته گذشته ساکنان پایتخت ایران با وجود محدودیت‌های رفت آمد هوای ناسالم تنفس کردند.
شاخص آلودگی هوای تهران در یک هفته گذشته به طور میانگین 126 بوده. شرایطی که هم برای افراد مسن و هم مبتلایان به کرونا خطرناک است. آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. اما سوال اینجاست که چرا هوای تهران با وجود کمتر شدن رفت آمد همچنان کدر و ناسالم مانده؟ سوالی که شورای شهر تهران هم به دنبال جواب آن است. متولیان موضوع اداره کل صنعت معدن تهران و شرکت بخش فرآورده‌های نفتی تذکر می‌دهم مراقبت و پایش لازم را جهت تحویل سوخت پاک انجام دهند و از استانداری تهران می‌خواهم جلسات کارگروه آلودگی هوای استان را به صورت هفتگی برگزار کنند. این بار متهم آلودگی هوای پایتخت مازوت است. سوختی که میزان غلظت گوگرد آن بسیار بالاست و به گفته عضو شورای شهر تهران به علت تحریم‌ها روی دست پالایشگاه‌ها مانده. چون ظرفیت پالایشگاه‌ها از مازوت پر شده و به واسطه تحریم‌های بین‌المللی کسی خریدارشان نیست، مجبور هستیم مازوت‌ها را در شهرها بسوزانیم. سوخت بسیاری از کارخانه‌ها و نیروگاه‌های اطراف تهران مازوت است، ارزان ولی به شدت سمی. همین چند وقت پیش بود که بوی بد پایتخت هم به گردن این نوع سوخت افتاد. سازمان حفاظت محیط زیست حالا در جواب شورای شهر گفته کارخانه‌های شهر تهران مازوت مصرف نمی‌کنند و مشکلی برای ذخیره کردن آن وجود ندارد. در سال‌های قبل این مشکل وجود داشت، اما در سال 99 این مشکل برطرف شده و دیگر این مواد سوزانده نمی‌شوند و مشکل نگهداری آنها حل و فصل شد. موضوع آلودگی هوای تهران تازه نیست. هر پاییز و زمستان شهروندان پایتخت با آن دست به گریبانند و معمولاً دو متهم اصلی دارند: ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروی شخصی. حالا به غیر از کرونا شهروندان تهران باید مراقب گازهایی باشند که به علت سوزاندن مازوت در آسمان شهر پخش می‌شوند. کاوه مشکات، بی بی سی. نقاشی‌های متفاوت و طنزآمیز از پادشاهان سلسله قاجار از جمله کارهای مانو، هنرمند ایرانی آمریکایی است که در میان علاقمندان تاریخ ایران طرفداران زیادی پیدا کرده. این هنرمند هنر پاپ آثار مدرن و آبستر هم دارد. کسرا ناجی نگاهی کرده به کارهای او که در آمریکا و اروپا به نمایش گذاشته شده. نگاهی تازه و توأم با طنز به پادشاهان قاجار. از مانو مرزبان، هنرمند ایرانی آمریکایی که خودش را هنرمند هنر پاپ می‌داند، هنر مردمی و عوام. او می‌گوید هدفش اینجا به تمسخر گرفتن این پادشاهان نیست، برعکس. می‌گوید در بچگی تصاویر این پادشاهان برای او عجیب بود و گاهی دلهره آور. لباس‌هایشان، کلاه‌هایشان، سیبیل‌ها و ریش‌هایشان. او می‌گوید با این نقاشی‌ها می‌خواهد به آنها و این بخش از تاریخ ایران جان و روح تازه‌ای بدهد. به یک تعبیر این هنر پاپ بود که من رو انتخاب کرد. بچه که بودم مجله‌های کمیک و کارتون‌های تنتن و استریکس رو خیلی دوست داشتم. شروع کردم به نقاشی و برای برادرم و دوستام نقاشی می‌کردم. نقاشی‌هایی که ترکیبی بودند از هنر و طنز. فیلم و سینما و مجله هم روی من خیلی تأثیر داشت. اما شاید مهمترین تأثیر روی من تأثیر مجله فکاهی مد بود. احساس می‌کردم که نگاهی غیرعادی به مسائل داره. مانو در سوئیس به دنیا آمد، جایی که پدرش دیپلمات دولت ایران بود. دوران انقلاب دوران پردلهره‌ای بود که تأثیر زیادی بر جهان بینی او گذاشت. امروز بسیاری از خریداران سری قاجار او ایرانیانی هستند که در گوشه و کنار دنیا پراکنده‌اند. از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی، دبی و عربستان سعودی، حتی روسیه. کسانی که با نقاشی‌های او احساس نزدیکی می‌کنند، کسانی که این نقاشی‌ها رو جزی از تاریخشان می‌دانند و می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند. این نمایشگاهی از کارهای مانو در لندن 3 سال پیش. محدودیت‌های رفت و آمد کووید نمایشگاه دوم او را در لندن به عقب انداخت.
در سالهای اخیر او نمایشگاه‌هایی از کارهایش در بالتیمور در آمریکا، در استکهلم، در پاریس، نیس، مونت‌کارلو و ژنو برگزار کرده است. یکی از کارهای او تبدیل کلاهخود نظامی افسران و سربازان آلمان نازی به اشیایی جذاب و رنگارنگ، کلاهایی که به خودی خود یادآور فجایع آلمان هیتلری است. مانو میگوید این روزها که پوپولیسم و راست افراطی در کشورهای مختلف رشد داشته، او میخواهد این را یادآوری کند که تاریخ را نباید فراموش کرد. تاریخ میتواند تکرار شود. I'm a Persian, but I was born and raised abroad. من یک ایرانی هستم. علاقه‌مندهای کارهای من، کسانی که به دیدن نمایشگاه‌های من میان، هم ایرانی هستند و هم غیر ایرانی. از یک نظر درست مثل خود من، یک ایرانی که در خارج به دنیا اومد و بزرگ شده. من متاسفم که نمیتونم به فارسی خودم رو خوب بیان کنم. همون احساسی که خیلی از ایرانی‌ها در جامعه‌های ایرانی خارج از کشور دارن. کسانی که خودشون رو ایرانی میدونن و به اون افتخار میکنن، اما ارتباطشون قطعه. این بعضی از کارهای ابستری مانو. او میگوید کارهایش نوعی اعتراض است به نژاد پرستی، بیگانه ستیزی و فاشیسم و نباید گذاشت نفرت بر انرژی مثبت غلبه کند. مانو میگوید کارهای او سیاسی است، اعتراض به بی‌تفاوتی به تاریخ و کسانی که تاریخ را فراموش کردند یا یاد نگرفتند، اعتراض به رشد عوام‌گرایی، پوپولیسم و افراط‌گرایی. اگرچه میگوید نقاشی‌های سری قاجار او پیام سیاسی خاصی ندارد، تنها نگاهی است متفاوت به گذشته. کاسرونجی، بی بی سی، لندن. میتونید این برنامه 60 دقیقه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور در کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.